مراسم بزرگداشت و خاکسپاری ایگور کورنلیوک، خبرنگار 37 ساله روسیه، و آنتون والونشن، تکنسین صدای این کشور که در نبردهای شرق اوکراین کشته شده بودند، برگزار شد. در این مراسم که علاوه بر خانواده و همکاران آنها، برخی از سیاستمداران روسیه نیز حضور داشتند، معاون شرکت رادیو تلویزیون دولتی روسیه و مالک شبکه خبری روسیه 24 گفت: شما باید ذهنی قوی، شجاعت و عشق به حرفه‌تان داشته باشید تا به مکان‌های هولناکی که مردم در حال کشته شدن هستند بروید و حقایق را بگویید. آژانس تحقیقات فدرال روسیه اعلام کرد که برای تحقیق درباره این موضوع پرونده جنایی را افتتاح کرده. رئیس جمهوری اوکراین نیز با ارسال پیام تسلیتی قول داد تحقیقی کامل انجام دهد. رهبر حزب پوپولیستی روسیه ملی آزاد دموکراتیک در این مراسم گفت: ما باید با مقامات اوکراین اتمام حجت کنیم و بگوییم در مقابل هر خبرنگار کشته شده، یک گروه کامل از گارد ملی و یا دیگر سربازان مسلحی را که از سوی کیف اعزام شده باشند خواهیم کشت. دو خبرنگار روسیه روز سه‌شنبه 27 خرداد در اثر انفجار خمپاره در نزدیکی شهر لوهانسک اوکراین کشته شدند.